تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدا را شکر ما را آفریدی، هدایت کردی، به اسلام سر سفره وحی نشوندی. از اول قرآن آیه به آیه میشنویم و هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میگیم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی. به جزء 12 سوره هود آیه 38 رسیدیم. بشنویم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح به فرمان خدا مشغول کشتی ساختن شد، چون گفت وصنع میگه یصنع، اصنع و یصنع، اصنع یصنع یعنی چه؟ یعنی هرچی پیغمبر برای خدا گفت خوش بوده. خدا در آیه قبل گفت اصنع، تو آیه میگه یصنع، هرچی خدا گفت ما باید گوش بده. بگو چش. و یصنع الفلک، شروع کرد کشتی ساختن. اینی که میگه یصنع فعل مضارع میاره، نمیگه وصنع الفلک، چون خیلی طول کشید. در روایات دادیم 80 سال طول کشید، چون این کشتی از خانم طبق بعضی از روایات طولش حدود 400 متر بود، عرضش 40 متر. روایتش در تفسیر نورخ سقلینه. خب یک کشتی به بزرگی الان که تکنولوژی پیش رفته، یک کشتی چند سال طول میکشه بسازن. احتمال میدم که میگه یصنع فعل مضارع، چون فعل مضارع مال استمراره، شروع که ساختن. کل ما مر علیه قومون، این کل ما مر علیه قومون یعنی هر وقت مردم عبور میکردن مطلق میکردن. پیداست کارگاهشم جلو چشم مردم بود، کارگاه اختصاصی در بسته نبود، یه جای کشتی میزد که مردم میدیدن و مبرور میکردن. ملع یعنی آدم های چشم دونه درشت، دونه درشت ها مطلق میگفتن، دونه درشت ها مطلق میگفتن. سخر و مسخره میکردن. همون چی میگفتن؟ میگفتن نوح مثل که پیغمبریت نگرفت به نجری افتیدی، پیغمبریت گل نکرد افتیدی به نجری. یا متلک میگفتن که خب آدم عاقل آخه کشتی رو تو دنیا بغل دریا میسازن که هلش بده بره تو، آخه تو این وسط کویر این کشتی رو با چه وسیله میخوای بره؟ اصلا آب نیست که تو کشتی میسازی، آب نیست. آخه حضرت نوح در روایت داریم اونجا که کشتی میسازن کوفه بود و مسجد کوفه بود، آخه تو کویر، آخه خیلی مسخرش میگردن، میگفتن آب نیست. خب حالا ما سخر اومن مسخره میکردن. حضرت نوح هم چون خدا گفته بود دارم میبینم، یکی گفت دارم میبینم دیگه آروم بود، چون خدا در آیه قبل گفت کشتی بساز زیر نظر من، به اعیوننا و وحینا، هم زیر نظر ما هم بد میگیم چه جوری کشتی بساز. خب عرض کنم که از این معلوم میشه که اگر یه وقت حکمت چیز رو نفهمیدیم، مرد حکیم یه کاری میکنه، ما نمیدونیم، چرا مسخرش نکنیم؟ ما چه میدونیم این برنامه چیه؟ مرد حکیم اگر یه کاری میکنه مسخرش نکنیم، ممکنه ما دلیلش رو ندونیم. حالا خدا که به طریق اولا خدای حکیم خبیر، اگر یه کاری میکنه نگیم خدای پس سر همچی کردی، پس سر همچی کردی. در دعای دعا در مناجات ها داریم که خدای یه ایمانی به ما بده که تعجیل ما اخرت و تأخیر ما عجلت. معناش اینه خدای یه روحیه به ما بده که هر چی رو تو عقب انداختی من نگم جلو بنداز، هر چی رو جلو انداختی من نگم عقب بنداز، هر چی تو میخوای درست. به ما چی که حالا خدای یه پسر به ما بده، به تو چه؟ یه دختر مبده میخوای چه کنی؟ هرچه خدا داد داد. خدا حکیمه. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. برکه بخوام دختر میدیم، برکه بخوام پسر میدیم، چرا چونه میزنید؟ چرا مثلا تو آخه گیر اینه که ما بندگی خودمون رو بلد نیستیم، ولی خدا یاد خدا میدیم، میگیم ببین خدا یا بگیم خیلی خدا خوبی باشی، ها همچی که من میگم بگو خوش بده من چی میگم، ها طبق دستور من خدا کن. ما بندگی خودمون بلد نیستیم، خدایی یاد خدا میدیم.
چیزی که نمیدونیم چی نگیم. متلک میگفتن به نوح، نمیدونستن نوح بالاخره مرد حکیمیه در کار. خب دشمن که منطق نداره خب مسخره میکنه دیگه. خب البته به خاطر فشار و حرف مردم و متلک نباید دست از اصلاحات و زمین سازی برای آیندگان برداریم. حضرت نوح داره زمینه نجات و امت رو میسازه، کشتی برای آیندگان طراحی میکنه. حالا اگر یک کسی چهار تا متلک هم گفت ما نباید، گاهی افراد دست به کار میزنن، کار خیریه برای آینده مفیده، اما هی رفقاش مسخرهش میکنن، متلک میگن، نمیدونم اسمس میفرستن، این هی ضربه میزنن تا این دست از کارش برداره. ما نباید از متلک ها از کنم بزرگ شما که دور بریم. یکی از علما بود، مرحوم شد، از علمای اصفهان بود، به دستور آیت الله بروجردی رفت آبادان. زمان شاه آبادان طرفدارای کسروی و منحرفین اونجا دست به فعالیت زده بودن. خب روحانی قوی هم کم داشت و آقای قائمی یکی از علما بود که به دستور آیت الله بروجردی رفت آبادان. خب اون منحرفین که فعالیت میکردن و اینها دیدن عجب یه عالم اومده است و با وجود عالم چه کنیم، گفتن هیچی، انقدر متلکش بگیم تا ول کنه. شبنامه پخش میکردن، یه مرتبه همه آبادان پخش میشد که آقای قائمی زنهای متعدد داره. خب اینم حساسیت دارن به خصوص زنها که یه آخون چند تا زن داشته باشه. یه بار گفتن آقای قائمی با قاچاقچی ها رفیق شده. آقای قائمی خمس و سهممان میگیره میره قوم نمیفرسته برای آقای بروجردی، خودش خرج میکنه. اینو خود آیت الله قائمی به من میگفت، میگفت هر صبح پا میشدیم میدیدیم یک شایعه جدیدی شبنامه تو خونه پخشه. میگم ما فهمیدیم که این طرفدارای کسروی میخوان ما رو با متلک از آبادان قر کنیم بریم. میگم یه رو گفتم آقا جمع شید من حرف آخر بزنم، من دیگه خسته شدم حرف آخر میخوام بزنم. میگفت جمع شدن، هم رو مریدا جمع شدن هم مخالفین که بیان التماس ما رو ببینن که دیگه ما بریدیم. میگفت رفتیم تو مسجد گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، در این مدتی که من اینجا هستم متلک ها و شبنامه های زیادی برای من پخش شد. یک، خوب گوش بدید، اگر گفتن قائمی زنهای بسیار داره بشنوید باور کن. دو، اگر شنیدید قائمی با قاچاقچی ها شریک شده بشنوید، اگر شنیدید بشنوید، اگر شنیدید هی گفتن گفتن گفتن. میگفت تمام شبنامه ها که تو طول چند مدت پخش شد همه رو گفتم، اگر شنیدید باور کنید. اما اگر شنیدید که قائمی از این متلک‌ها خسته خواهد شد و از آبادان خواهد رفت بیرون، اینو بشنید باور نکنید، من هستم. شما ساعتی شبنامه بفرستید من هستم. گفتم و شد. یعنی گاهی وقتا میگن بیاد رگبار ببندیم ایول کنه بره. از این معلوم میشه که حضرت نوح با رگبار کل ما مر علیه قوم سخرو هی مسخرش کردن، اگر یه کار خوبه انجام بده. حالا ولو حضرت امیر تو نهج البلاغه داره میگه اگر یه کاری حقه شروع کن انجام بده، نگو طرفدار ندارم. امروز طرفدار نداره، در آینده طرفدار پیدا خواهد شد. خب بعد میگه فعنا نسال، شروع مسخره زشته اما مقابل مصر طوره نیست، چون میگه فعنا نسال میکن، مالم شما رو مسخره خواهم کرد. شروع مسخره بده اما اگر او مسخره میکنه مالم طوره نیست، مقابل مصر کنیم مسخرش کنیم. خب اینم آیه 38 از سوره هود. تمام و السلام علیکم و رحمت الله.